فیلم کمدی مرغ همسایه که تو سال 1353 ساخته شده، راجب ژاله با بازی شورانگیز طباطبایی و برادرش اسماعیل با بازی علی میریه که توی یه خونه اجاره‌ای زندگی میکنن. جمشید قصاب محل با یه مرد چشمچرون و یه جوان دانشجو به اسم حسن خودشونو برای خواستگاری ژاله آماده میکنن. اسماعیل مقروزه و مرد چشمچرون اونو از دست طلبکارا نجات میده. این مرد تعهد میکنه که بدهیای اونو به شرط ازدواج با ژاله پرداخت کنه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بی سخت بگذره. بیا جانم، این سویچ ماشین رو بگیر، باهاش نامزد تو ببر گردش، نذاری بهش بد بگذره. متشکرم، ولی آخه خودتون چی؟ بگیر جانم، تا وسط شهر خیلی راهه. خیلی از شما ممنونم. شما آقای شجاع نظام واقعا میتونید راهنمای خوبی برای من باشید. بله بله، امیدوارم بتونم خدمت شایسته‌ای بکنم. به هر حال من در اختیار شما هستم. خیلی ممنونم. خب حالا اگه اجازه بفرمایید از حضورتون مرخص بشم. به این زودی کجا دارید میرین؟ تازه هر طور میلتونه. سلام. خودش چرا ماشین دم در باغه؟ خیلی ممنون. سلام. لطفاً کم نشین. چه پسر خدا 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 خدا. سلام آقا داداش. سلام، بفرما ببینم این وقت شب شما کجا تشریف داشتین؟ جایی نبودم خان داداش، خودت که میدونی میرم خونه قدسی خانم، آخه دارم خیاطی یاد میگیرم. داری خیاطی یاد میگیری؟ تو هنوزم که خیاطی یاد نگرفته همینجوری میری و میای و خودت میگی و میبری و میدوزی و خودتم داری بکی یا علاش میگی. اما حواست جمع کن، من غیرت من قبول نمیکنه خواهر من اینجوری ولنگار و الکی بلکی بر بیاد. جوان مرده، تو فکر نمیکنی که نامزد نداری؟ برای یک دختری که نامزد نداره این وقت شب دیر آمدن چقدر عیبه ها؟ ای با این حرفا چیه میزنی خان داداش؟ مگه من چیکار کردم؟ پس چیکار میخواستی بکنی؟ هر شب به هوای منزل قدسی خانم راه میفتی میری خیاطی یاد بگیری، معلوم نیست کدام جهنم دره راه میفتی میری. اینو به تو بگویم که تو خیاطی یاد نمیگیری هیچ، آخر سالم بی تجدید رفوزه ای. راحتت کنم از الان، برو شامانه بیار بینم. بوده بوده جوان مرده. همین الان میرم میارم خان داداش. بله، این نتیجه کمر زحمت ماست. لا اله الا الله. ببینم با فیلم فرید از قشنگ با بازی منوچهر وسوق و شورانگیز طباطبایی محصول سال 1356. داستان راجع به جوان بیلیارد بازی به نام فرید از قشنگه که منتظر دختر محبوبش پری از فرنگ برگرده و باهاش ازدواج کنه. مردی به اسم ایرج که پری و هنگام بازیش به ایران همراهی میکنه تصمیم داره با پری ازدواج کنه. ایرج که تو ایران همسر داره و ثروت اونو تصاحب کرده توی فرودگاه بازداشت میشه. از طرفی پری که از ایرج بار داره روی بازگشت به خونه پدرش رو نداره. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. تو میخواستی از اون پول بگیری؟ نه، اون آدم خوبی نیست، اون گرفتارم کرد، اون منو به این روز انداخت. به خدا من دختر بدی نیستم. معلومه که نیستی، بلنشی لباسات خیس شده، سرما میخوری. تو که نمیخوای منو بسپاری دست اون؟ نه که نمیخوام. تو اسم چیه؟ این چند روز فرصت نشد اسمتو بپرسم. اسمی چیه؟ پری. چی؟ چیت شده پری؟ هیچ. اسم نامزدت پریه؟ از کجا فهمیدی؟ تمام بدنت داری میلرزه. آره، اگه تو نامزد نداشت من... فاتی به راه خلاف کشیده شده و کاظم که مرد میانسال و مجردیه بدون شناخت قصد داره با اون ازدواج کنه. فاتی با کاراش کاظم رو از خودش میرونه و در نهایت توی یه کاباره مجبور به کار میشه. کاظم به توصیه معتمد محل فاتی رو به خونه میبره تا باش زندگی مشترکی رو شروع کنه، ولی اهالی محل کاظم رو سرزنش میکنن. بخشهایی از فیلم کلک نزن خوشگله رو با هم تماشا میکنیم.
خیلی خوب بیا بالا. گفتم بیا بالا بستنی گاز نزده ای تخمه ندیگه. بیا برین. بیا بهت اینقدر بستنی تخمه بدم کوف کنی که بتره کی. بیا. چرخ و فلکم میبری؟ آخه من پس خدا وایسا. خیلی خوب بیا به جهنم. چرخ و فلکم میبرم سوارت میکنم، اما ایشالله از اون بالا بیفتی تا دستت بشکنه و زبونت لال بشه و چشاتم. لا مروا سگ بسته تو چشاش. میبریم. شبگرد مرد لالیه که خواننده کاباره‌ای به اسم شوکت رو از دست چند مرد نجات میده. اون به خاطر حمایت از شوکت با عوامل صاحب کاباره درگیر میشه. به همین خاطر برای رهایی از زندان باید رضایت صاحب کافه رو جلب کنه، اما شرط صاحب کافه برای رضایت ازدواج با شوکته. بخش‌هایی از فیلم شبگرد رو با هم تماشا میکنیم. عرض مختصر دارم، میخوام به هم پالکید آی مدیر سفارش کنی که یه کار حسابی واسه مو دست رو پا کنه. آره. نه نه نه، من همچی کاری نمیتونم بکنم. خیلی خوب، پس عکس رو پخش میکنم تو محل، اون وقت از میز ریاست معلقت میکنن. تو منو دیوونه. خیلی خوب، قربونت برم جاب رئیس. برو بری مچه. بودا زد زیاد. بودا حافظ. بیا. الو آی مدیره. بیا بفرما، تو تعارف نکن، مجلس بیریاست. خب منظور، مگه جاب رئیس با تو صحبت نکردن؟ بله بله، ایشون خیلی سفارش کردن، منم که میدونین خیلی مدیون ایشون هستم، ولی متاسفانه کاری از دستم ساخته نیست. ببین جاب مدیر، دیگه امروز با روزی که مثل 3 سال پیش رئیس منو پیشت فرستاد که از سرش وازم بکنی خیلی فرق کرده. اون روز اون سواره بوده من پیاده، امروز من سوارم اون پیاده. مگه نه؟ همه چیزو میدونم، اما من دارم ورشکست میشم. یه دسته ارکستری رو به تهران دعوت کردم، 100,000 تومان خرج تبلیغات کردم، اما اونا زیر قراردادشون زدن. حالا نمیدونم جواب مردمو چی. ببینم مجموع ایرونی ها چه عیبمونه که از غریبا دعوت کردین؟ چه عیبتونه؟ اونا تو دنیا نظیر ندارن، اونا میتونن به تمام زبونهای دنیا بخونن و برستن. پس به نظر شما اهمیت اونا واسه اینه که نمیتونن ایرونی بخونن؟ چرا بی ربط میگی؟ این نوار صدای اوناست، شما نمیتونین خودتون رو با اونا مقایسه کنین. مددی منك اكثر من اسبسنك مددی منك. بفرمایید شما با اینا قابل مقایسه هستین؟ ما این کارو میکنیم آی مدیر. میکنین؟ چطوری؟ میشه نوارو دوباره بذارین؟ تو بذار نوارو. خیلی خوب. جمیله از ترس ازدواج با مردی از ایل فرار میکنه. والی که مأمور برگردوندن جمیله به پدرشه، در حین انجام کار به دختر علاقه مند میشه. والی اونو از پدر خواستگاری میکنه و بعد از مخالفت پدر دختر رو میدوزه و به ایلش پناه میبره. بخشایی از فیلم همراهان رو با هم تماشا میکنیم. ولی نری پشتم بشینی، تحتیب بذاری، خاصیت بذاری،
کارتیریج بذاری که یارو چی میدونم هرشو خاک به سرم چقدر بیدم وای ببین چقدر ریسمان کشید کردم الهی دستم بشکنه چرا اینقدر محکم بستم نگاه کن چه خطی انداخته توی پسی بلندی های تنت تو خود یواش آسیتم خراب میکنه این خطوط چقدر اینجا تو گره گوری پیچ بیش دادم بازش میکنم بابا اینقدر حالا که من دارم باز میکنم تو چرا هم میگی باز کن دارم باز میکنم وای خنافرم مال خیرسی آره سب کن اینقدر حول نزم بابا دل درد میگیری هن هن خورت بیدی دختر خیلی خوشمزه هستم آخی خورت بیدی فشار بده بری پایین خورت هول نزن بابا 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 مال تو اینا چاقو من یه دفعه نخور یا با این هول ولایی که میکنی خفه نشی چطوری How are you عالیه بیچاره خربوزه ندیده اینجوری که میخوری سقیت سرد میکنی دختر اینجا هم که حکیم پکیم نیستش چرا اینقدر هول میزنی چرا هنه گوشنمه گوشنمه ای الان مدتی که هیچی نخوردم خیلی خوب تا تو داری خودتو خفه میکنی منم میرم دستامو تو آب خفه کنم دزدمونا عجب آب روانیه همش گله که اومدیم و یه بند خدا تشنه اومد از این آب بخوره هر بودم گیرش نیومد جالیزیم سراش نبود خوب پول سر خودیم Kulağı bu beşliği ahir istedim.